سرخط خبرها. گفتگوی رئیس جمهوری با سران کشورهای شانگهای درباره مبارزه با تروریسم. تعریف موازی داشته باشیم از تروریسم و چی گونه میتونیم مشترک یک راه حل که عملی باشه با هم ایجاد. استجواب مسئولان ارشد امنیتی در پیوند با ناامنی‌ها در کشور. وزیر داخله گفت تدابیری برای امنیت شاهراها و معادن کشور گرفته شده. اولین نشست اعضای مؤسس اتحادیه اروپا در واکنش به خروج بریتانیا از این اتحادیه. وزیر خارجه آلمان از بریتانیا خواست که روند خروج از این اتحادیه را فوراً آغاز کند. و وزارت تحصیلات عالی دانشگاه‌های برتر افغانستان را اعلام کرد. پس از دانشگاه آمریکایی‌ها، دانشگاه خاتم النبیین دومین دانشگاه برتر در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان ارجمند سلام بر شما. به این برنامه خبری خوش آمدید. رئیس جمهوری در نشست شانگهای با کشورهای عضو روی همکاری این کشورها با افغانستان در جهت مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری گفته که رئیس جمهوری در حاشیه سفرش به ازبکستان جهت اشتراک در نشست شانگهای با سران کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان است دیدار کرده و در مورد همکاری‌های این کشورها با افغانستان در بخش‌های مختلف گفتگو کردند. و یک تعریف واضح داشته باشیم از تروریسم و چی گونه میتونیم مشترکاً یک راه حل که عملی باشه با هم ایجاد کنیم و یک جا با علیه از این پدیده شوم مبارزه صورت بگیره. ترکمنستان رئیس جمهور سره بحث سر افتتاح خط ریل که از ترکمنستان با قینم صورت گرفت و بحث سر پیشرفت کارهای پروژه تپی بحث سر صورت گرفت که پروژه تپی افغانستان آمادگی لازم را داره که کارهای اساسیش یا کار عملیش ان قریب در خاک افغانستان آغاز کنه. از طرف ترکمنستان کار به صورت جریان داره و به زودترین فرصت در ماهای نزدیک به افغانستان کارش میرسه و در بخش انجینری ترانسپورتی ازبکستان یک ظرفیت عظیم داره که آمادگی نشان دادن به بنای تقاضای ما که یک کمیته کاری تکنیکی در بخش انجینران ترانسپورتی ایجاد شد تا سرکای افغانستان که اونا در سابق سروی کرده بودن دوباره بیایم مطالعه کنیم که از نقطه نظر کیفیت و کمیت یا زیربنای افغانستان خصوصا سرکایشان کار اساسی صورت بگیره. مسئولان ارشد وزارت امور داخله، دفاع ملی و ریاست امنیتی ملی امروز در مجلس مورد استجواب نمایندگان قرار گرفتند. این مسئولان از تدابیر گرفته شده درباره امنیت شاهراها و معادن، موضوع گروگانگیری و عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی به نمایندگان توضیحاتی ارائه کردند. هم وزارت دفاع هم وزارت داخله در مجموع رهبری دولت و شخص جلال باب رئیس جمهور افغانستان که سرکمندان اعلی قوای مسلح است تاکیدش در رابطه با تامین امنیت شاهراها است. یکی از وظیفه ماست که تامین امنیت مدنی ما را انجام بدیم. ما کوشش داریم که همه عملیات ها در مابین راه خان‌آباد و قندوز را اجرا کنیم، یعنی مسیر شاهراها را عملیات های تصفیه‌ای اجرا کنیم. یک مصیبتی که نو آمده که گروگانگیری مردم بی دفاع استند، سرویس استاد میکنه، هر وقتی که دستش تیر شده او را مردم بی دفاع را پایین میکنه، اذیتش میکنه. در یک قسمت هم مصمم هستیم تدابیر گرفتیم و پیش میریم. هدف اساسی از این دور از عملات دشمنی بود که ساحات بزرگ را در تسلط ظالمانه خود درآورند. الحمدلله برنامه ریزی دقیق و تیاری قبل از قبل و تشریک مساعی و بالاخص استادگی و مقاومت دلیرانه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود که در مرحله اول تمام دسایس دشمن به شکست مواجه شد و تلفات سنگین را هم اونا متحمل شد. یکی از تهدیدات پولی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، فقر، بیکاری، تهدید موجودیت افراد مسلح غیر مسئول است. در این رابطه
انشاءالله رهبری دولت افغانستان و سرقمندانی علای قوم سلح و خصوصا ارگانهای دفاعی امنیتی تا یک هفته شده سر از این پروسه کار میکنه. مراسم احیای شب 19 هم اولین شب مبارک قدر با حضور گسترده مؤمنان خداجوی شب گذشته در مساجد کشور برگزار شد. این مراسم در مسجد جامع حوزه علمی خاتم النبیین با حضور خیلی عظیم از پارسایان شب زنده‌دار، مردان و زنان، پیر و جوان و کوچک و بزرگ احیا شد و شب زنده‌داران با برپایی 100 رکعت نماز، دعای پرفیض جوشن کبیر و قرآن بر سر گذاشتن برای فلاح و رستگاری یکتاپرستان، نجات کشور از جنگ و خشونت و نفاق و رسیدن به ساحل امن و صلح و ترقی دعا کردند. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك. اینجا بارش صدای عبودیت موج میزد و عطر بندگی و پارسایی فضای زمینی کابل را مملو از بوی بهشتی کرده بود. اینجا کلام خدا را وسیله تقرب به خدا کرده بودند تا برکه تشنه یک تاپرستان مؤمن از زمزم چشمسار و نزول سخن وحیانی او و سلام ملائک و فرشتگان تا مطلع الفجر سیراب کردند. بك يا الله 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 بك يا آمده بودند تا خدا را به خدایی خداوندیش سوگند دهند که بر گذشته سیاه و ظلمانیشان خط بطلان کشند و سرنوشت مملو از فلاح و رستگاری را بر تقدیرشان قلم زنند. آنها خداوند را به هزار اسم حضرتش در دعای شریف جوشن کبیر فریاد زدند تا صدای مظلومیت انسانی را پژواک سازند که دهه هاست اسیر جنگ و نکبت و بدبختی است. آنها خدا را به اولیاء اللهش و به فرق شکافته مظهر تمام عیار عدالت مولود کعبه و شهید محراب علی بزرگ سوگند دادند تا مسلمین و مؤمنین را از شر این همه آفات و بدبختی های روزگار نجات بخشد. مؤسس مدرسه علمیه زینبیه سخنران این محفل نیز از مؤمنان خواست تا در این شبهای بزرگ و درگاه خداوند متعال دعا کرده و از کردار زشت توبه کنند تا با برکت این شبهای با ارزش مورد بخشش خداوند قرار گیرند. در این مراسم پرفیض از همه اقشار حضور پربار و با برکت داشتند. خواهران و مادران همراه با اطفال خردسالشان، جوانان و نوجوانان و محاسن سفیدان سر بر آستان خالق یکتا ساییدند و تا مطلع الفجر فقط خدا را خواندند و فریاد کشیدند. یا موسی سبحانک یا لا وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیم، لوکزامبورگ و هلند اعضای مؤسس اتحادیه اروپا امروز در برلین پایتخت آلمان دیدار کردند و نتایج همه‌پرسی بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا را بررسی کردند. نشست امروز اعضای مؤسس اتحادیه اروپا اولین اقدام این اتحادیه در واکنش به خروج بریتانیا از جمعشان است. پس از این نشست فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان از بریتانیا خواست که روند خروج از اتحادیه اروپا را فوراً آغاز کند. اشتاین مایر ضمن ابراز احترام به تصمیم بریتانیا علاوه کرده که در حال حاضر دیگر اعضای اتحادیه اروپا نباید دچار احساسات شوند و از فعالیت باز بمانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز شامی دیروز پس از گفتگوی تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت که مطمئن است بریتانیا برای یک سازماندهی منظم جهت جابجایی متحد است. در ادامه واکنش ها رئیس کمیسیون اروپا گفته که خواهان آغاز سریع مذاکرات خروج بریتانیا است.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز روز گذشته اعلام کرده که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و قرار است پیش از پاییز نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شود. وزیر خارجه شش کشور یاد شده همچنین قرار است درباره راه‌های جلوگیری از خروج احتمالی سایر کشورها از این اتحادیه مذاکره کنند. از طرف دیگر شمار از احزاب ملی‌گرا در این اتحادیه از رأی همه‌پرسی بریتانیا استقبال کرده و گفتند چون این روندی را در کشورهای خود دنبال خواهند کرد. رهبر ملی‌گرایان فرانسه خواستار برگزاری همه‌پرسی مشابه شده. در هالند رهبر سرشناس مخالفان سیاست‌های مهاجرپذیری نیز گفته که ما هم می‌خواهیم اختیار مملکتمان را خودمان داشته باشیم. در دانمارک رهبر حزب خلق مردم گفته رفراندوم راه چاره دموکراتیک خوب است. رهبر ملی‌گرایان ایتالیا هم گفته ممنون بریتانیا، حالا نوبت ماست. در همین حال مؤسسه رده‌بندی اعتباری مودی پیش‌بینی اعتباری اقتصاد بریتانیا را به علت تأثیر نتایج همه‌پرسی بر اقتصاد این کشور کاهش داده. رئیس گروه یورو هم گفته که شماری از مؤسسات مالی ممکن است از لندن به شهرهای دیگر در اتحادیه اروپا نقل مکان کنند. شمار از اقتصاددانان گفتند این احتمال وجود دارد که بریتانیا بار دیگر دچار رکود اقتصادی شود، اما برخی سرمایه‌گذاران گفتند نتایج همه‌پرسی موقعیت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. مرکز مبارزه با فساد اداری تا آخر هفته جاری کار خود را آغاز می‌کند. محمد بسی عزیزی سخنگوی لوری سارانوالی گفته که این اداره با همکاری وزارت داخله، لوری سارانوالی و استرا محکمه در راستای مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کند. محاکم محترم اونا مسئولیت راپوردی به قاضی قضات افغانستان دارن، سارانوالی که در این مرکز است مسئولیت راپوردی را به لوی سارانوالی افغانستان، پلیسی که در این مرکز کار میکنه راپوردیشان مرتبط به وزارت داخلی افغانستان میشه که هر سه نهاد یک جا شده که تا این مرکز ساخته شده به خاطر امانگی های بیشتر، به خاطر از اینکه ما یک دوسیه را که در اسرع وقت دریافت میکنیم مرحله کشفش تکمیل شوه، مرحله تحقیقش تکمیل شوه، مرحله قضاییش تکمیل شوه که در همین مرکز بالای تمام دوسیه رسیدگی شوه. وزارت تحصیلات عالی طبقه بندی کیفیت و اعتباردهی دانشگاه های خصوصی را اعلام کرد. دانشگاه خاتم النبین در این طبقه بندی وزارت تحصیلات عالی مقام دوم کیفیت و اعتباردهی را به دست آورده. این وزارت امروز در نامه عنوانی دانشگاه خاتم النبین کسب جایگاه دوم کیفیت و اعتباردهی را به هیئت رهبری پانتون خاتم النبین تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که موفقیت این دانشگاه روز به روز بیشتر شود. ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی در نامه خود نوشته که دانشگاه خاتم النبیین در سال 1394 در مرحله اول نامزدی قرار داشت، در نهایت از سوی هیئت مسلکی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن دانشگاه خاتم النبیین مقام دوم را به دست آورد. وزارت تحصیلات عالی در نامه خود با ابراز امتنان از همکاری هیئت رهبری دانشگاه خاتم النبیین با هیئت مسلکی وزارت تحصیلات عالی خاطر نشان نموده که این هیئت پس از بررسی های همه جانبه گزارش خود را تهیه و به 4 دانشگاه خصوصی نمره کیفیت و اعتباردهی داده است. به نوشته ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی مطابق بند دوم ماده نهم و بند اول ماده دهم لایحه تضمین کیفیت و اعتباردهی پانتون آمریکای افغانستان با اخذ نمره 74 و 14 پانتون خاتم النبیین با اخذ نمره 71 و 5 دهم و پانتون کاردان با اخذ نمره 71 و 3 دهم به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند. دانشگاه خاتم النبیین 5 دور از مقطع لیسانس در رشته های مختلف علوم انسانی و تجربی و 1 دور از مقطع ماستری فراغت داده است. این دانشگاه بیش از 7000 دانشجو در شعبه های کابل، غزنی و جوهری دارد و هیئت علمیان با سویه ماستری و دکترا و با امکانات آموزشی نوین و متد درسی استاندارد می باشد. دانشگاه خاتم النبیین در سال 1385 توسط آکادمیسیان کشور حضرت آیت الله العظمی محسنی دامظله العالی تأسیس گردید. محمد جواد محسنی صاحب امتیاز ارشد این دانشگاه در پیامی این دستاورد بزرگ را مدیون تلاش های جهانگونه اساتید، کادر علمی و هیئت اداری این دانشگاه بیان داشت. گروه طالبان یک
قاضی دادگاه استیناف فراه را در منطقه خاکسفید این ولایت اعدام کرد. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه گفته که قاضی شمس الرحمن دو روز پیش هنگامی که از هرات به سوی فراه در حرکت بود در منطقه فراه رود از سوی طالبان روبرو شد. سخنگوی والی فراه همچنین گفته که یک کارمند اداری امنیتی ملی با یک فرد غیر نظامی در راه شهر فراه به ولسوالی پشتکوت در کمین طالبان کشته شدند. وزیر داخله میگوید خلیل اندرابی فرمانده پلیس میدان وردک تحت نظارت است و تحقیقات از او آغاز شده. تاج محمد جاهد در نشست امروز مجلس نمایندگان گفت هیئت ویژه‌ای برای بررسی این موضوع از سوی رئیس جمهوری توظیف شده که موظف است تا گزارش بررسی‌های خود را به شخص رئیس جمهور ارائه کند که بر اساس آن رئیس جمهوری در مورد آقای اندرابی تصمیم خواهد گرفت. او متهم است که در انتقال یک فرمانده زخمی طالبان از بغلان به کابل دست داشته و موظفین وی توسط امنیت ملی بازداشت شدند. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که قرریزی، کانکریت و جغل اندازی نزدیک به 900 کیلومتر سرک در 247 ولسوالی، ساخت 819 متر پل و حفظ و مراقبت از 1587 کیلومتر سرک با هزینه بیش از 44 میلیون دلار از فعالیت‌های عمده این وزارت در 6 ماه گذشته بوده. وزارت فواید عامه هم قرریزی 10000 کیلومتر سرک، ساخت 450 متر پل، 8 میدان هوایی، حفظ و مراقبت از 1500 کیلومتر سرک در ولسوالی‌ها و تحت پلان بودن 921 کیلومتر سرک در کشور را از کارهای عمده 6 ماه گذشته این وزارت اعلام کردن. کارگران برکنار شده معادن زغال سنگ بغلان دروازه ریاست معدن زغال سنگ شمال را بسته کردند. این کارگران معترض که برای بار دوم در شهر پلخمری بغلان دست به تظاهرات زدند، گفتند که بیش از 10 روز میشد ریاست شرکت خصوصی افغان کل بدون در نظر داشت حقوق کارگران آنان را برکنار کرده که بیش از 580 کارگر به سرنوشت شدند. آنان افزودند تا زمانی که حکومت به خواستهایشان رسیدگی نکنند در هیچ کدام از این معادن اجازه کار را نخواهند داد. شماری از اداره های دولتی و زورمندان در قندوز حدود 170 میلیون افغانی از بابت پول برق مصرفیشان شرکت برشنا قرض دارند. انجینیر حمیدالله رئیس شرکت برشنا در قندوز از فرد و اداره نام نبرد، اما گفته که هر زمانی که اقدام به قطع برق آنان شده کارمندان این شرکت از سوی آنان لطکوب و تهدید شدند. او افزود بیشترین این قرضداری ها مربوط به فرماندهی پلیس و قطعات اردوی ملی در این ولایت است. دومین نمایشگاه شهید محراب عبادت روز گذشته در کابل برگزار شد. این نمایشگاه هر ساله و با فرارسیدن شبهای پرفضیلت قدر برگزار می شد. بنیاد اجتماعی و اجتماعی وارثین شهدای افغانستان و برگزار کننده نمایشگاه شهید محراب، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج هرچه بیشتر فرهنگ اسلامی و آشنایی با سیره و روش حضرت علی علیه السلام بزرگ مرد تاریخ اسلام بیان داشتند. این نمایشگاه برای 3 روز برای بازدید کنندگان باز خواهد بود. داعش در ولسوالی کت ننگرهار 8 غیر نظامی به شمول 4 کودک و 3 زن را کشت و 7 نفر را زخمی کرده. این گروه 23 خانه غیر نظامیان را آتش زدند و تعداد را نیز با خود بردن. اما در عملیات نیروهای امنیتی در این ولسوالی نیز 37 عضو داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت در ولسوالی کوت 8 فرد ملکی از سوی داعش کشته شدند و شمول 4 کودک و 3 زن. داعش 7 نفر را نیز مجروح کرده. آقای خوگیانی افزود افراد داعش 23 خانه را نیز آتش زدند که خسارات زیادی با مردم وارد شده. او علاوه کرد افراد این گروه دست کم 30 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان را با خود برده که شماری از آنان در نتیجه تلاش‌های نیروهای امنیتی دوباره به خانواده‌هایشان سپرده شدند. سخنگوی والی ننگرهار اما گفت در حملات هوایی، زمینی و درگیری‌های 24 ساعت گذشته 37 عضو داعش کشته و 32 نفر دیگرشان زخمی شدند. در جریان درگیری ها دو سرباز امنیتی نیز کشته شده و 3 نفر دیگر زخم برداشتند. با گفته خوگیانی اکنون جنگ در منطقه پایان یافته، اما حملات هوایی و زمینی بالای افراد داعش جریان دارد. قول اردوی 201 سیلاب در شرق کشور نیز گفته است که در حملات هواپیماهای بی سرنشین نیروهای خارجی در منطقه کرکنی ولسوالی اچین 10 عضو داعش کشته شدند. در پایان نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
گفتگوی رئیس جمهوری با سران کشورهای شانگهای درباره مبارزه با تروریسم. استجواب مسئولان ارشد امنیتی در پیوند با ناامنی‌ها در کشور. وزیر داخله گفت تدابیری برای امنیت شاهراها و معادن کشور گرفته شده. اولین نشست اعضای مؤسس اتحادیه اروپا در واکنش به خروج بریتانیا از این اتحادیه. وزیر خارجه آلمان از بریتانیا خواست که روند خروج از این اتحادیه را فوراً آغاز کند. و وزارت تحصیلات عالی دانشگاه‌های برتر افغانستان را اعلام کرد. پس از دانشگاه آمریکایی‌ها، دانشگاه خاتم النبیین دومین دانشگاه برتر در افغانستان. بینندگان و شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان. شب آرام داشته باشید. خدا نگهدار.